رونمایی از 4 داروی پروبیوتیک نسل جدید که در بهبود عملکرد دستگاه گوارش مؤثر است. لاکتوگام برای مصرف سلول‌هایی هستن که برای پروبیوتیک‌های دستگاه تنفس و فوقانی هستن، فرآورده پایلوشات، فرآورده پروبیوتیک مصرف باکتری اچ پایلوری هست برای بیماری زخم معده و فمی تو پلاس و ژری تو پلاس، فمی برای مصرف فمیلاک برای فرآورده‌های برای مصرف بالغین و ژریلاک برای سالمندان. پروبیوتیک ها نوعی باکتری مفید در دستگاه گوارش هستند که باکتری های خطرناک را کنترل می کنند. اثرگذاری اختصاصی تری دارن برای قسمت های اختصاصی از بدن به کار می رن و کاربرد اختصاصی تری دارن که نسل جدید این فرآورده ها هستند. تو حوزه پروبیوتیک ها قطعا جز 5 کشور اول دنیا هستیم، چون اصولا علم جدیدیه و رشته جدیدیه، میتونه توی مصرف بیرویه خیلی از داروها، آنتیبیوتیک ها، تغییرات منطقی ایجاد بکنه، کاهش بده هزینه های سازمان های بیمه‌گر رو میتونه کاهش بده. ما تو منطقه که قطعا اول هستیم، تو آسیا جز 2 کشوری هستیم که در واقع این دانش فنی رو در تولید داریم. ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مراسم گفت واردات پروبیوتیک ها در حوزه های مختلف زیاد است و میتوان برای بی نیاز بودن در این حوزه بکر تلاش بیشتری کرد. تو حوزه دارویی شاید کمتر بشه، ولی واقعا پروبیوتیک‌های دامی، بحث لبنیات، بحث در واقع صنایع غذایی واقعا وابستگی خیلی وحشتناکی داره و این حوزه حوزه‌ایه که خیلی جلوش بازه و خیلی بکره برای کار کردن، خصوصا اگر بیاد تو صنایع غذایی عدد خیلی بالا یا الان از واردات ما در صنایع غذایی رو همین پروبیوتیک هاست که داره اتفاق میفته. در حال حاضر با تولید پروبیوتیک ها در داخل کشور تنها 50 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی می شود. این داروها برای نخستین باره که در کشور تولید شده و پیش از این نیز وارد کشور نمی شده.